ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه با کسانی که آشنا بود و میدانست که اینها انابت دارند در آینده اینها می بهترین حامی ناصر رسول الله صلی الله علیه و سلم و اسلام باشند ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دعوت را شروع کرد اولین کسی را که حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دعوت دادن حضرت عثمان بود عثمان ابن عفان و وقتی که حضرت عثمان را دعوت دادن تا به رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان بیاره یعنی آماده اش کردن که به محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم ببرن عزت عثمان عزت طلحه ابن عبید الله عزت زبیر عزت سعد ابن ابی وقاص عزت عبد الرحمن بن عوف اینها اولین جماعتی بودند که عزت ابوبکر رضی الله تعالی عنه به عنوان اولین مسلمان هایی اینها را انتخاب کرد که به اسلام اینها را دعوت بدهد دعوت دادن اسلام را پذیرفتند در محضر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم این چهار نفر را پنج نفر را حضرت ابوبکر صدیق بردن در اونجا به رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آوردن بر دست رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت کردن در زمره اولین سربازان اسلام قرار گرفتن اولین داعیان اسلام قرار گرفتن و در مسیر دعوت نیاز بود به اقتصادی به مالی به ثروتی حضرت ابو بکر صدیق یکی از تجار مکه بود آمد فرمود محمد صلی الله علیه و سلم کل سرمایه من چهل هزار درهم هست اربعون الفا چهل هزار درهم کل سرمایه من هست که در تجارت به کار میبرم من اینها را به شما تقدیم می کنم که در مسیر هدایت اینها را شما هزینه کنید از جهتی هم حضرت ام المؤمنین خیت الكبرا رضی الله تعالی عنها هم زن تاجری بود که قافله ای داشت برای تجارت می رفت اون هم مال و ثروت خودش را در اختیار حضرت رسول صلی الله علیه و سلم قرار دادن اما مشرکین مکه مانع دعوت و تبلیغ می شدن در مسجد حرام در کنار بیت الله اینطور براحتی آشکارا برای دعوت نمی گذاشتن اون از رسول الله علیه و سلم در فکر این شدند که مرکز دعوت یک منزلی باشه یک محلی باشد که حتی قریش هم که در مقابل اسلام هستند به گمان اونها نیاید که اونجا بتوانند مزاحم بشن جوانی به نام ارقام در تقریبا سن 15 16 ساله جوانیش هست ایمان میاره منزلی دارد در کنار کوه صفا که در کتاب های سیرت می نویسند دار ارقم بن ابی ارقم این اولین مرکز دعوت و تبلیغ در شهر مکه مکرمه بود کسانی که مسلمان شده بودند داعیان دین اینها دعوت و تبلیغ را سرن شروع کرده بودند هر کس میخواست مسلمان بشه و آماده این بود که ایمان بیارن میرفتن اونجا به رسول الله صلی الله علیه و سلم این شخص را اونجا میرساندند. تا در محضر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم حاضر بشن و ایمان بیارن در مرحله دوم کسانی را که حضرت ابوبکر رضیالله اعنه برای اسلام آماده کرده بودند یکی عثمان بن مزعون بود عثمان ابن مزعون رضیالله عاعنه برادر رضاعی رسول خدا بود که با رسول الله صلی الله علیه وسلم شیر خورده بود اولین کسی بود که وقتی که در مدینه هجرت کردند و وفات کردند این را دفن کردند اهل بیت رسول الله مردان را در کنار عثمان بن مزعون در جنت البقی می بردن دفن می کردن عثمان بن مزعون به امره ابو عبیده ابن جراح امین الامه و سلمه ابن عبدالله این نفر را حضرت ابو باکر آماده کردند تا مسلمان بشن اینها را بردن در ون منزل ارقم که رسول الله صلى الله علیه وسلم اونجا منتظر بود و فرمود ای محمد صلی الله علیه وسلم این سه نفر هم آمدهاند مسلمان بشن رسولالله صلى الله, صل الله علیه وسلم اینها را دعوت به اسلام دادند اینها اسلام را پذیرفتند